بعد از حادثه 7 اکتبر یا 15 مهر، کل دنیای غرب به پشتیبانی اسرائیل اومد. یعنی جنگ یک کشور، حالا دولت اسرائیل یا دولتی که در سرزمین های اشغالی فلسطینی تشکیل شده با مثلا حماس نیست، با حزب الله در حالا درگیری هایی که در شمال فلسطین اشغالی بوده نیست، جنگ دنیای غرب هست. یعنی آمریکا به صورت رسمی وارد شده و انبار سلاح خودش رو در اختیار اسرائیل گذاشته. زمانی که جنگ بخواد فرسایشی بشود، همینی که امروز سید هم گفت، قشنگ اعلام کرد که اواخر صحبت‌هاش بود که گفت که ما به زمان و وقت احتیاج داریم و یک سری آمارها هم داد، مثلا خسارت‌های اقتصادی که دیدن اسرائیلی‌ها در این مدت زمان، اینها هم نام بریا صحبت کرد از اینکه در شهرک‌های شمالی و جنوبی خیلی جاها اینها تخلیه کردن، یعنی مردم به قول من حالا شهروندان خودشون اشغالگران رو تخلیه کردن، صحبت از این قضیه میکرد. خب این برای اسرائیل خیلی دردناک میشود. آقای بایدن اگر بخواد سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه و پیروز بشه، رأی لابی اسرائیل رو نیاز داره. نکته اینه، ببینید، مردم آمریکا در کنار این که حالا لابی اسرائیلی قوی هست و داره کار میکنه رو سیاستمداران، میدونید نظرسنجی های مختلفی که اومده حتی از عناصر دستراسی، رسانه های دستراسی نشون میده که بالای 70% مردم آمریکا موافق آتش بس هستن. و جالبه که حتی مجاریتی، یعنی در واقع اکثریتی هم در حزب جمهوری خواه و مستقلین، نه تنها در دموکرات ها که 80% بود، حتی اکثریت جمهوری خواه هم میگن باید زودتر آتش بس بشه. پس شما حتی خیابان های ایالت های آمریکا هم همینو ازام و این جمله ای هست در مقابل کسانی که حالا در ایران هم میگن که نمیدونم در کشورهای غربی، در کشورهای دموکرات و دموکراسی و اینها، هر عمل سیاستمداران مخصوصا در سیاست خارجی بر اساس خواست مردمه. نه، خواست مردم مشخصه، در خیابان ها مشخصه، در رای گیری مشخصه، در نظرسنجی مشخصه، ولی رئیس جمهور و اعضای کنگره دارن ضد اون عمل میکنن. امروز خود بشار اسد در جلسه سران کشورهای اسلامی عربی علنا و برگشت و اعلام کرد که این دولت‌های عربی دارن به وظیفه استعماری خودشان عمل می‌کنن و این حرف خیلی خیلی مهمی بود. یا شما می‌بینید که مثلا آقای خدمت شما محمد البخیتی که از یمن هست، ایشون استاندار یکی از استان‌های یمن هست، خب یمنی‌ها رو راه ندادن به این اجلاس. ایشون برگشت و گفت که اینها کشورهای عربی نیستن، دولت‌های عبری هستن. کلیپی بیرون آمده بود که یکی از این روحانیون به عبارت هجاهای ترکیه صحبتی کرده بود و گفته بود که من نمیدانم این دولت ما چه دارد میکند، از یک طرف به اسرائیل فحش میدهد، از یک طرف تمامی منابع انرژی که از آذربایجان میآید از طریق ترکیه میرود برای خدمت شما اسرائیل، یا یک سری آموزش های نظامی یا تمرین ها را در نیروی هوایی اسرائیل در ترکیه میآید و اینجا تمرین میکند. این نشان میدهد که معتقده، یعنی به این هستم که ایران پس از این که نیروهای میلیشیا را در منطقه تجهیز کرده، به دنبال این هست که زمینه انقلاب‌ها را به جهت فکری در ملت‌های منطقه، در ملت‌های عربی اسلامی اینها آماده کند که حالا 2 سال دیگه، 5 سال دیگر، 1 سال دیگر انقلاب‌هایی در منطقه رخ بدهد. شما وقتی نگاه می‌کنید آمریکا در طی 1 دهه اخیر، حالا به کمک بعضی از کشورهای عربی، به کمک بعضی از گروه‌ها، به کمک ترکیه، در واقع تمام این کشورهایی که قابلیت تبدیل شدن به یک نیروی جمعی برای در واقع بحث اشغالگری و ضد اشغالگری داشتن، همه رو به بحران کشیده. شما از شمال آفریقا شروع بکنید، اردن، در واقع سودان رو نگاه کنید، لیبی رو نگاه کنید، بالاخره اینها کشورهایی بودن که در واقع در، حالا نه اینکه بگیم محور مقاومت، ولی حداقل ضدیتشون با اسرائیل مشخص بود. اون طرف سوریه، وضع عراق، اینها رو نگاه کنید، لبنان رو نگاه کنید. خب در واقع اونها هم بیکار ننشستن و به کمک در واقع رژیم‌های مرتجع عربی خلیج فارس، شما می‌بینید که این رژیم‌های عربی خودشون حزب الله رو جزو گروه تروریستی قرار دادن، تحریم کردن، لبنان رو به این وضعیت کشوندن شرایطشو. از اون طرف هم برخی از این کشورها که البته ارزشی هم از نظر چیزی ندارن، بیشتر تبلیغاتی هست، حالا مثلا مثل بحرین و اینها رو وادار به امر عادی سازی روابط کردن. از که وقتی رئیس جمهور مصر و این رهبران کشور اسلامی هنوز بر اندیشه دو دولتی دو ملتی هستن، این نشون میده که اصلا اینها چقدر
واقعا من نمیدونم آدم بگه احمق هستن یا از دنیا از جریان ها عقبن، نمیفهمن که اندیشه و اصلا سیاست دو دولتی دو ملتی برای کلاه گذاشتن سر اعراب و فلسطینی ها بود. برای همین بود که اونها دیگه همون حقوق اندکی که در 1990 هم داشتن اون حقوق رو همین الان هم ندارن. یه زمانی مرحوم یاسر عرفات فهمید چه حماقتی کرده. من چند روز پیش سخنان یکی از مشاورین یاسر عرفات در اون جلسات مذاکرات دهه 1990 رو میدیدم که اعتراف کرد که سر ما رو شیره مالیدن. یا این حملاتی که دارد به امریکایی ها میشود در عراق و سوریه به صورت روزمره و شدتش هم بیشتر میشود، این همینطور الکی نیست که مثلا هر روز گروه های مختلف عراقی بیاین با پهپاد، با راکت، با موشک پایگاه های امریکایی را بزنن. و اتفاقا به خاطر همین هم هست که بلینکن افتاده این ور اون ور، به هر حال با گریه و زاری میاد در منطقه، این را میبیند اون را میبیند، میگوید به ایران بگویید که بگوید اینا این کارها را نکنند. شما وقتی نمیجنگید دیگران که نمیشینن تو خونهشون، دیگران میجنگن، دیگران برنامه‌ریزی میکنن، دیگران مرزها رو تعقیب میگن، دیگران تجاوز میکنن. این که ما چسبیدیم توی مرز خودمون جایی نمیریم هیچ افتخاری نداره. کشور ما در همین یک قرن پیش، 120 سال پیش دو بار اشغال نظامی شده، چندین بار جنگ شده، در دو سه قرن گذشته چندین قسمت حیاتی و مهم کشور ما ازش جدا شده. بذار من فکر میکنم کسانی که در داخل هم میخوان بگن هزینه‌زاست، باید بگن هزینه‌زا چقدر هست، برای چه زمانی هست. شما وقتی بلند بالا نگاه میکنید، بلند مدت نگاه میکنید، مثلا توی چند نسل نگاه میکنید، میبینید بله اون هزینه‌ای که تو افغانستان و هرات از بین رفته و توی بحث گلستان و ترکمنچای و اینور اونور رفته، همه اینها هزینه‌های اضافی است که برای نسل